بر فارسی زبان سراسر دنیا شجرون نشستم و یکی از یک اسپانی در راه فرودگاه سالت لیک سیتی یوتا. دوستان دارم برم یه عزیزی رو سوار کنم که حدود 6 ماه پیش از تاریخ این ویدیو رسید ونزوئلا و از ونزوئلا یکی یکی کشور رو گذرون اومد بالا. ونزوئلا نمیدونم فلان فلان پرو تا رسید مکزیک و از مرز مکزیک وارد سان دیگو شد و از اونجایی که به صورت رفروجی یا به قول معروف پناهندگی وارد شد نمیتونست کار چیز به قول معروف بعد کار سیاه میکرد و یا کار به قول معروف کار کش و توسط یکی از دوستان رفت تو زمینه ساختمان و کانستراکشن اینجا بهش میگن. یه عزیزی ما اونجا پیدا کردیم که کمک کرد که ایشون بره سر کار و یه دو سه ماهی در سان دیگو بود و بهش خوش میگذشت از اتفاق. با دوستان بردش هم کار شده بود و دیروز که هم باش تماس گرفتم گفت آه شهرات اینجا من نه تنها انگلیسی یاد نگرفتم بلکه فارسیم هم داره فراموش میشه ولی کردیم خیلی خوب شده. و من فقط یک کلمه بهش گفتم آقا پاشو بیا، پاشو بیا اینجا، هم زبانت درست میشه هم این که ایالت خوبیه، کمک میکنه بهت که خودت بتونی بکشی بالا چون بچه زرنگی هست. الان دارم میرم سوارش میکنم. دوستان این نمادی که این وسط میبینین که حالا حالت کوهه، دو سال پیش نبینه جدید ساختن و جنسش هم ورق آهنه، اصلا هم رنگش نمیزنن، همین صورت طبیعی بذارن باشه. خود زنگ آهن باعث میشه که وقتی اکسید میشه باعث یه لایه محافظتی ایجاد میکنه ولی خب به مرور زمان میپوسه، بعد یکی یه میسازن دیگه. یعنی حسن امریکا همینه که یه کارهایی میکنن که بعد از یه مدتی دوباره احتیاج بشه که انجامش بدن و همین باعث گردش مالی میشه. خب ما باید بریم قسمت ترمینال C درست پیدا کنم این عزیز سوارش کنیم. ترمینال رایبی هم درست. خب ما باید یه زنگ بزنم بیادش، اون جلو هم نمیذارن وایسیم، در عرض چند دقیقه فقط میشه وایساد. همین کنارا یکیشم کنار یه زنگ بزنم. ببینید من شمارش رو سیف کردم به نام سامان سان دیگو مرز اولین خروجی میشه اولین خروجی. اوکی. سمت سی ها. سمت سی. آره. من یه تابلو یه زرد ماشه تو در راهنما میزنه؟ نه نه من راهنما نمیزنم. من هیچ راهنمایی نمیزنم. خب بکنم این آقا است. سی گفت دو تا کوله پشتی داره. یه بار دیگه بهش زنگ بزنم. سر جوان با انگیزه مولوش 8 ماه پیش به من زنگ زد آقا بذار بیام پایین ماچو بوس و بغل. سلام. سلام.
میتونی فکر نکنم صندوق ببین صندوق عقب جا داره لاستیک بزن نه لاستیک کثیف میشه مثلا یه لاستیک بعد بزنمش پایین میتونی بذاریش بالا صندوق عقب بازه یه چک بکن بار شدن این پاش اینم دستش این خانمه رو نه یه خور زمین اصلا هم سرد نیست نه هوا بهاریه چه خبر ها؟ بذار من ویدیو رو تماش کنم باید میگم خبر همه خبر های خوب دوستان این بنده خدا الان سوار شد حالا ما تو ویدیوهای بعدی اگه دوست داشتم بهشون میگیم چطوری اومدن ونزوئلا و با چه مشقتی این راه رو اومد بالا و حتی به من میگفتیش که من یه زمانی تو ایران چون شنیده بودم بعد پیاده روی کنیم روزی 40 کیلومتر پیاده روی میکردی؟ یه ماه آخر آره یک ماه آخر روزی 40 کیلومتر این بنده خدا پیاده روی میکرده که بتونه این هدف رو تیک بزنه و واقعا دست مریضات به این همتش و این که پارسال که تصمیم گرفت از ایران بیاد بیرون تو یه سال نشد که اومدیم ها تصمیم جدی برای از وقتی تصمیم گرفت نه کمتر از یه سال کمتر از یک سال این هدفش رو تیک زد الان هم در خدمتش هر کاری هم میتونم براش میکنم تا شروع اونجا سان دیگو پلای موفقیت داشته این میگن جو قدن نردمون بره بالا نردبان موفقیت دوستان شاد باشید لایک کنید سابسکرایب کنید دوستاتون به اشتراک بذارید تا یه ویدیو دیگه در پناه حق شاد و پیروز و سربلند به امید ایرانی آزاد و امید جوانان در همان مملکت که نخوان مهاجرت کنند ما هم برمیگردیم اونجا رو میسازیم به حال و قوه الهی